سین، چه فرقی بین منی انسان و منی وجود دارد و در حین اصابتشان به لباس چه باید کرد؟ جیم، سه حالت در منی وجود دارد که می توان به آن اعتماد کرد و نشان دهنده منی است. اولی، خروج با شهوت و سستی و ناتوانی بعد از خروج آن حاصل می شود. دومی، بوی شبیه به شکوفه درخت خرما یا خمیر آرد. سومی، خروج منی با شدت و مکرر و این برای مردان است. به یکی از این سحالت می تواند ثابت کند که منی است و شرط نیست که سحالت با هم جمع شوند و اما موی آبی سفید رنگ و چسبان و به هنگام فکر کردن به امور شهوت آمیز یا اراده انجام شهوت خارج می شود به هنگامی که از بدن خارج می شود نیاز به شهوت نیست و با شدت و سستی نمی باشد و این برای زن و مرد می باشد و در زنان بیشتر از مردان است به هنگام خروج منی غسل واجب است حتی اگر با حالت همبستری یا غیر از آن و در حالت بیداری و یا در حالت خواب به هنگام محتلم شدن الله تعالی می فرماید و اگر جنوب بودید خود را با غسل کردن پاک سازید و اما مدی فقط واجب است بعد از خروج آن وضو گرفته شود وقتی که علی رضی الله عنه می فرماید مردی بودم که زیاد از من مدی خارج می شد. و حکمش را از مقداد خواستم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم بپرسد و حضرت فرمودند وضو کافی است و منی طاهر است و نظر بیشتر علما می باشد به دلیل روایت حضرت عایشه رضی الله عنها که می فرماید حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم منی را می شست و برای نماز با همان لباس خارج می شد و من اثر شستن آن را روی لباسش می دیدم و در روایت آمده است لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم را جهت پاک شدن از اثر جنابت به هم می مالیدم و ایشان با آن لباس نماز می خواند اما مدی و آن نجس است و به خاطر حدیثی که از علی رضی الله عنه روایت شد و در بعضی از روایت های دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به شستن آلت و بیزه و وضو گرفتن امر کردند و درباره تهارت منی همانا اگر با لباس آمیخته شود آن را نجس نمی کند و اگر انسان با آن لباس نماز بخواند مشکلی نیست ابن قدامه می گوید و در مورد حکم تهارت منی مستحب است که آن را از لباس بمالیم و اگر نماز را بدون مالیدن بخواند کافی است اما ما ذي کافی است که مقدار آب روی لباس و جای آن بپاشیم چرا که مدی مشقت بار است به دلیل که از سهیل بن حنیف روایت شده و میفرماید از موضوع مدی زیاد رنج می کشیدم و زیاد اختصال می کردم تا اینکه از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد وضعیتم سوال کردم و حضرت فرمودند کافی است که فقط وضو بگیری و من گفتم ای رسول الله پس لباس هایم که اثر مدی روی آن است را چه کار کنم گفتند می توانی به مقدار یک کف دست آب روی مدی که بر لباست است بپاشی تا جایی که ببینی یا گمان کنی که آب بدان جا رسیده است والله اعلم